کابل شهری که با آغاز روز تازه در آن زندگی پرمشقت شماری از کودکان کارگر نیز از سر گرفته می شود. کودکانی که به جای بازی های کودکانه سرگرم پیدا کردن لقمنانی برای خانواده هایشان هستند. این داستان ذکرالله که دشواری زندگیش او را وادار کرده است که از بام تا شام در این خشت‌پزی کار کند. فقر سبب شده است که این پسر 13 ساله با پذیرفتن فشار بالاتر از توان جسمی و روحیش در اینجا کار کند تا خود و خانوادهش را از گرسنگی نجات دهد. دو ماه میشه که اینجا کار میکنم، پدرم از بیکار، دیگه خانه اقتصاد خانه خراب است، چیز نمیشه در اینجا که کار کنیم، چیز نمیشه، زمستانم میاد اگر هیچ چیز نمیشه. پس از آن که خشت ها را در موتر جا گذاری کرد، به سمت جمع‌آوری کردن زغال های این خشت پزی می رود. بوری زغال هایش را برداشته و از میان خاک زغال ها را جدا می کند. می گوید که گاهی صاحب کارش اجازه برداشتن این زغال ها را به او نمی دهد، اما او برای گرم کردن خانهش به آن نیاز دارد. ما اینجا که خشت بار کنیم دیگه باز میرم اونجا زغال جمع میکنم، یکان روز میمانه یکان روز نمیمانه، دیگه بریم اونجا میگن نه جمع نکو، باز اگر برم دیگه پس میرم خانه خالی میرم، در خانه هم چیزی نیست که چیزی را بسوزانیم. کار در این خشت‌پزی سبب شده است که ذکرالله از رفتن به مکتب باز ماند. با کوهی از آرزوها میگوید که دوست دارد دکتر شود و از این وضع نجات پیدا کند، اما مسئولیت زندگی آیندهش را تار کرده است. ذکرالله تنها کودک کارگر در کابل نیست. در بخش‌های دیگر نیز کودکان برای تامین نیازهای خانواده کار می‌کنند. فقر و تنگدستی بسیاری از خانواده ها در کابل را وادار کرده است که کودکانشان را به کار بفرستند، بل مرهمی بالای زخم فقر بر وجود خانواده ها گذاشته شود. عثمان نوجوان دیگر است که در گوشه ای از شهر کابل سرگرم بود پالشی است. از صبح زود تا اکنون در اینجا نشسته است، اما آنچه که دیده می شود این کار برایش عاید چندانی ندارد. دیگر پس بیم 70-80 رو پمیشه ببوم در داخل منازم با کرای خانه دو سی ما مانده سر ما کرای خانه ما مانده. دیگر چطور کنم اگر من مجبور نمیدم من نمی کدم حالی مجبوریت از چطور کنم من. با دستان خالی به سمت خانه باز می گردد، جایی که مادر، دو خواهر و برادر دیگرش در انتظار او هستند. شکرم هم در 280 بوده که دست پای ما کلگی می لرزه. ما مجبور هستم که اشتکار از مکتب بکشم کار سرش کنم. سرپیسه زیان به خدا که کار ما میشه اونه کره خانه سر ما پایده است که دوا در من و ما نیست که. ماما جان قلمه خوبی که گشنه هستم نان میخورم. در جاده های کابل کودکان فراوانی به دست فروشی، بودبالشی، گردآوری زباله، کار شاق، تگدیگری و بخش های دیگر مصروف هستند. دیگه کسی نانآور خانه نیست، خودم مجبور هستم دیگه درس نخوانم چون که دنی کار شغلش دیگه بشینه به خاطر که مادر زندگی خواهر کلی دیگه نانآورش خودم هستم، چون که از پیسه پولی نمی ما کوشش میکنم هم خانه کرای خانه و خرچ زندگی مصرف شیرای مز کورس میرن و خرچو از اینی می دیگه کم کم برداشت میشه دیگه که مصرف کرده بریم. ما کسی وکی میم یه خونک میم از زغال جمع میکنم، کلان خانه نداریم زغال جمع میکنم، میری اگانی که نمیخر اگانی که نمیخر ایران ماندیم که چی کنیم. این کودکان که از قضای روزگار در جاده ها کار میکنند میگویند که دلبستگی ویژه‌ای با آموزش دارند. پلار مکار نشی که از مختب مختب که مواجهه هم سبب که واجهه از مختب نه مختب هم نه سبب که میچیم پلار مکار کوک که پرودم لاش ما دزو ز سبایی روزم زغال طول مخال طول مکور که ولم کور تولم خصوصیه. اینان از بهره رهایی از این زندگی پرمشقت از حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان خواسته هایی دارند. من
نمیتونم درس خونده ای کار که میکنم باید از کار برم مکتب خونم دکتر شم مکتب نمیرم مکتب برم آدم بخی مجبور هستم کار کنم رو هر روز صبح که میخیدم مارکت میرم و مارکت میرم یار گندنا پالک ترکیری مره صبح میکنم بیایم اینجا بس اوزا کنن میایم اینجا تایره رو پنچر میکنم کار سرما میکنم نمیمانه دکار بیر خیر گشنه هستم نان نخوردیم. آمارهای صندوق پشتیبانی از کودکان یا یونیسف در سال 2023 نشان می دهد که از میان هر 5 کودک در افغانستان یک تن سرگرم کار شاق است. تحولات اخیر سیاسی و وضعیت بشری در این کشور به پیمانه زیاد به شمار کودکان کارگر افزوده است و این نشان می دهد که یک تعداد زیادی از کودکان به کارهای زیانبار مشغول هستند و این یک فاجعه بسیار بزرگ است. بیش از 1,060,000 طفل در افغانستان مشغول کار بودند در سال 2021 و برای گروه سنی 5 تا 17 سال منظورمون هست، یعنی 1,060,000 نفر طفل در گروه سنی 5 تا 17 سال در اون مقطع زمانی مشغول کار بودند، این یعنی 9% این گروه سنی. بررسی سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن در افغانستان در ولایت‌های بلخ، فاریاب، جوزجان، کابل، ننگرهار و سرپل نشان می‌دهد که در 2 سال حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان 1/3 کودکان در افغانستان کار می‌کنند. بر بنیاد این بررسی، کودکان برای تامین مخارج خود و خانواده‌هایشان در موقعیت‌های خطرناکی قرار می‌گیرند. 38.4% کودکان برای حمایت اقتصادی از خانواده ها کار کرده و 12.5% کودکان برای کار مهاجرت می کنند. فقر و تغییرات اقلیمی از عمده دلیل های کار کودکان خوانده شده است. افغانستان با مواجهه با بدترین خشکسالیش در 30 سال گذشته و با از بین رفتن محصولات کشاورزی، تلف شدن دام ها و دور از دسترس بودن غذا، 3/4 کودکان یعنی 76.1% کمتر از سال قبل در کشور غذا می خورند. وزارت کار امور اجتماعی هرچند که آمار مشخصی از تعداد کودکان کارگر نمی دهد، اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمانهای پشتیبان کودکان را هم درست نمی داند. کم ارقام چه ارائه که گی اوزینی بنسرتون دقیق ارقام ارائه که دا اکثر پا واقعیت باندی ولال ندی، بلکه اگر ارقام چه ارائه که گی هغز دوی زیاد ارقام ارائه که هغ ارقام ندی دی افغانستان دی اسلامی امارات پر اتاک سر دقا دی ماشومان و دی شاقه کارونو تردیر مخنیوه شویده. در این میان شماری از افراد با استفاده از وضعیت بد اقتصادی خانواده ها از کودکان استفاده سو کرده و آنان را به سوی تک دیگری می کشانند. اگر واقعا اینا سرپرست دارن و از اینا گروه های از مافیاهای است که از اینا سوء استفاده میکنن، باید اونا دستگیر شوند، به پنجه قانون سپرده شوند و این اطفال محسوم از دست از اونا رها شوند. در مجموع اگر ما میخواهیم یک آینده روشن داشته باشیم، باید از کودکان خود در راه علم استفاده کنیم نه در راه کار. رهبر امارت اسلامی در اوایل سال جاری فرمان گردآوری گداها را در بزرگشهرهای افغانستان صادر کرد. اکنون با گذشت بیش از 9 ماه از این فرمان 45,000 تن جمع‌آوری شده است که 25,000 تن از این میان کودکان هستند و بیشترین تعداد این کودکان حرفه‌ای شناسایی شدند. متاسفانه که در مورد اطفال فیصدی زیاد را حرفه‌ای تشکیل می‌دادن که متأسفانه بعضی اشخاص یا بعضی خانواده‌ها و شتکار اطفال را تشویق می‌کردن بدون نیاز و ضرورت که آنها تگدی بکنن و رو بیارن به تگدی و هم تشخیص شدن با ارگان‌های تعلیمی معرفی شدن و کسایی که سنشان کمی بلندتر بود به جای حرفه‌ای معرفی شدن تا آنها صاحب حرفه شوند، صاحب کار شوند. فقر، نبود امکانات مالی و بی‌توجهی خانواده ها در موارد سبب آن می شود که این کودکان دست به هنجار شکنی بزنند. چیزی که خیلی مهم است باید زمینه های آموزشی و تعلیمی را برای اونا فراهم کنند، چرا که اکثریت از این طفله های یتیما هستند، کسایی هست که سرپرست خانشان هستند و توجه به خواسته های از اونا کنند و همچنان زمینی ایره برای فامیلشون مساعد کنند تا بتونن نفقه از او پیدا کنند. این کودکان در واقع دچار استراب، استرس، عدم خودباوری و به دلیل آموزش ندیدن دچار آینده مبهم هستند و
از طرف دیگر با توجه به مشکلات اقتصادی و سر راه قرار گرفتن دوستان ناباب به سمت هنجار شکنی ها و قانون شکنی ها تمایل بیشتری پیدا می کنن. اما برای رفع نیازهای کودکان در کشور امداد رسانی به آنان چگونه است؟ سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف د چلدرن گفته است که از سال 2021 میلادی به این طرف به بیش از 4 میلیون تن در کشور به شمول 2.1 میلیون کودک خدمات بهداشتی، آموزشی، سرپناه، آب و تغذیه را ارائه کرده است. کمک هایی که به اطفال صورت میگیره این به خاطر نتونست که کاملا بجا بشینه که عمدتاً کمک ها نه از طریق خود اطفال بلکه از طریق غیر مستقیم این صورت گرفت و که زندگی خود اطفال هم بینیسی یک اساس و یک طبقه و یک قشر آسیب پذیر مورد مطالعه قرار ندادن. برخی از خانواده هایی که کودکانشان کار شاق می کنند از امارت اسلامی می خواهند که دست آنان را بگیرد تا دیگر مجبور به فرستادن کودکانشان به کار نشوند. از امارت اسلامی می خواهیم که برای ما کار پیدا کنه، برای اولادای ما کار پیدا کنه، برای شوهرای ما کار پیدا کنه. ما هیچ دیگر از خانه نمی برویم، کار غریبه نمی کنیم، با عزت با آبرو به خانه می شینیم. دغه می خوشتن که دورو را جانم چه ما سر دی مرسته و که زبی وزلی بی اولای اما دیوه دانه زوی می پرداری دی بنجی دی او پا تا سو پینزه بچانی را تا پا تا دی خپلا می می ولستان دا یال می دی در تا بناست باندې زه دا ګرد ما شې ولاته زه خپل د بل مزدوري کوم زه مې خپل نو تاسو زه دروغ نه وایم په ما باندې ډیر خواري راځي باندې چې و بزوم نسیم کوارته کښې نو یالو نه مو ورجې دي تر جدي ولا کیا د صاحب نه دلر ولا کیا د کور د وړو دلر یا د کیری دلر یو چې لا پختا کلر. حکومت سرپرست نیز برای جلوگیری از کار کودکان در کشور برای سالهای آینده برنامه هایی دارد. تا به حال برای مردم به معلومات دهی و آگاه دهی شروع شد، آغاز شد از طریق مختلف، از طریق منابع، از طریق مکاتب و مدارس و ارگان های تعلیمی به مردم آگاهی داده میشه. در بعد ها انشالله پلان های دیگری را هم ما داریم که زمان اقتصاد ایجاب بکنه و ما توانایی های ما بیشتر شود. کاملا باید پروسه ای که تشویش داریم یا تخطی صورت میگیره در این راستا با جدیت باشه و همچنان اطفال کاملا حمایت صورت بگیره. افغانستان از جمله کشورهای فقیر هستند که و امارت اسلامی باید تلاش در این راستا بکنه که به اینا کمک بکنه، حداقل معاش ماهانه بهشان تعیین بکنه و مقدار ضرورت هر خانواده ماهوار باید برشان برسه بدون از اینکه از طفلای معصوم سوء استفاده شوه و کار گرفته شوه. حال پرسش این است که عملی شدن راهکارهای امارت اسلامی برای جلوگیری از کار کودکان در کشور تا چه حد می تواند در تغییر وضعیت کودکان کار تاثیرگذار باشد. پرسشی که زمان پاسخ آن را خواهد داد.